سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 ماه اسد 1402 هجری خورشیدی که برابر است با 13 ماه محرم سال 1445 هجری قمری و 31 جولای 2023 میلادی. من عبدالله نیازی هستم. در آغاز سرخط چند خبر. برگزاری نخستین دور مسابقات پهلوانی جودو میان 100 ورزشکار در ولایت تخار. این مسابقه را به نام جام صلح دوستی ترتیب و تنظیم کردیم به خاطر رشد و رواج یافتن جودو. نگرانی باشندگان تخار از افزایش معتادین و عدم توجه نهادهای مسئول در این ولایت. از بوی تریاک و شیشه متادین بخی به تکلیف هستیم. هر طرف که شما در این طرف میبینید با جز متادین دیگه کسی نیست. و خوشبینی شایان از برگزاری مراسم حسینی و تامین امنیت آن در ولایت بغلان. جا داره که تشکری بکنیم سالتان از طرف خودم و نیابتان از طرف تمام عزاداران ابو عبدالله حسین علیه السلام از نیروهای امنیتی. مشروع خبرها نخستین دور مسابقات پهلوانی جودو زیر نام صلح و دوستی در ولایت تخار برگزار شد. مسئولان میگن این مسابقات را میان ورزشکاران 14 ولایت کشور به منظور تامین روابط میان ورزشکاران و شناسایی چهره های برتر برگزار نمودند. در عین حال ورزشکاران برگزاری چنین مسابقات را برای رشد ورزش جودو و حمایت از ورزشکاران بسیار مهم و ارزنده میدانند. شاکر رحیمی با جزئیات بیشتر. برگزاری نخستین دور مسابقات پهلوانی جودو در ولایت تخار. تخار و تخاریان برای نخستین بار میزبان صدها جودوکار از 14 ولایت کشور هستند که دیده می شود ورزشکاران در یک فضای آرام و مسالمت آمیز به رقابت می پردازند. مسئولان ورزشی میگویند این مسابقات را زیر نام صلح و دوستی با منظور شناسایی چهره های برتر، رشد ورزش جودو و تامین روابط ورزشکاران برگزار کردند. این مسابقه را به نام جام صلح دوستی ترتیب و تنظیم کردیم به خاطر رشد و رواج یافتن جودو. ما برنامه را پلان گذاری کردیم و ان شاء الله برنامه ما به همه ولایت ها سفر داریم و هم ولایتایی که جودو از بخاطر رشد وزی بخاطر رشد صلح و دوستی و جودو و ورزش در افغانستان ما پیش قدم را برداشتیم. پیام بر همه مردم افغانستان خصوصا ولایت تخار پیام بسیار صلح و صمیمیت داره که الحمدلله آرام است. همه گی میتونند که در هر گوشه کنار ورزش خود پیش ببرن، ورزش بکنن. الحمدلله آرام آرام است. از سوی هم شماری از ورزشکارانی که در این رقابت‌ها شرکت نمودند، در حالی که برگزاری این گونه مسابقات را برای حمایت و ارتقای ظرفیت ورزشکاران در سطح کشور مؤثر عنوان می‌کنند، اما از مسئولان می‌خواهند تا چنین مسابقات را در تمام ولایات افغانستان راه اندازی نمایند. ورزشکارا سفیران صلحند. ورزش اتحاد و انسجام و وحدت در بین اقشار مختلف جامعه به وجود میاره. این تورنمنت ها باعث این میشه که ورزش رشد بهتر داشته باشه، خصوصا در جودو مدت یک سال یک و نیم سال میشه که این تورنمنت ها زیاد شده. این مسابقات بر رشد ورزش جودو بسیار مفید بوده که در آینده میتونیم چهره های برتر در این مسابقات شناسایی میشه که به بیرون از افغانستان در میادین بین المللی بهترین چهره ها انتخاب میشه و در اروج به مسابقه برن تا پرچم عزیز ما را بلند بسازن. گفته می شود برگزاری این مسابقات جودو در سطح کشور به پیشینه است و مسئولان ورزشی هم تلاش دارند به خاطر رشد ورزش، حمایت از ورزشکاران و تامین روابط آنان این گونه مسابقات را در سایر ولایات کشور برگزار نمایند. باشندگان تخار از افزایش معتادین و عدم توجه نهادهای مسئول ابراز نگرانی میکنند. این باشندگان تاکید دارند اگر اقدامات جدی برای جمع‌آوری و درمان افراد مبتلا به اعتیاد از سوی نهادهای مسئول روی دست گرفته نشود، این افراد در جامعه برای مردم درد سرساز خواهند شد و نیز آزار و اذیت مردم و سرقت در شهر و بازار را افزایش خواهد داد. در عین حال مسئولان در تخار میگن روند جمع‌آوری و درمان معتادین در شهر تالاقان جریان دارد. زین‌الدین سیحون با جزئیات بیشتر. نگرانی باشندگان تخار از افزایش معتادین در شهر تالاقان.
شماره از باشندگان تخار میگویند در این اواخر به دلیل بی‌توجهی نهادهای مسئول و خرید فروش مواد مخدر در شهر طالقان باعث افزایش معتادین شده است و آنان در کنار مزاحمت به دیگران در شهر بازار دست به سرقت اموال و اجناس کسبکاران میزنند. ما میایم که در این فضای سبز شور دقت دمجا درس بخونیم، از بوی تریاک و شیشه متادین بخی به تکلیف هستیم. هر طرف که شما در این طرف میبینید و جز متادین دیگه کسی نیست. تمام دکانداره از جا به عذاب بزن، نه هیچ چیزشان نمیمونه، همه چیزشان دزی کرده بردن میفروشن. باشندگان تخار از نهادهای مسئول میخواهند تا هرچه عاجل روند جمع‌آوری و درمان معتادین مواد مخدر را روی دست گرفته و برای آنان نیز زمینه کار را مساعد سازند. ورزشکارا و فوتبالگرا همه ایدس اینا به عذاب است، خاطری که اینجا میه چرس پودرشون رو میزنن مردم به تکلیف از ایدس اینا. از دولت خواهش میکنیم که این پودری ها را از این چمن جمع کنن. در این حال مسئولان در قماندان امنی تخار میگویند روند جمع‌آوری و تداوی معتادین از چندین ماه بدین سو در این ولایت جریان دارد و نیز در پیوند به خرید فروش مواد مخدر ده ها تن را بازداشت کردند. پروسه معتادین گفتین که الحمدلله به طور عادی و بسیار موفقانه پیش رفته است. در ما بیش از 100 نفر معتاد خود بعد وقت فرغت شان اصلا ما دعوت میکنیم فارغ میشن، ولی تعداد معتادین زیاد است دیگه، بنوبت ان شاء الله رحمان اونا تداوی شده می. باشندگان تخار موجودیت و خرید فروش مواد مخدر، بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر را در کشور علت هایی می دانند که در 3 دهه اخیر باعث روی آوردن جوانان به مواد مخدر شده است. اکنون چند خبر کوتاه. مولوی ضیاءالرحمن مدنی ولی تخار با دکتر شاهولی مرشد رئیس بخش صحت دفتر آقاخان دیدار کرد. در این دیدار نخست دکتر شاهولی مرشد رئیس بخش صحت دفتر آقاخان پیرامون فعالیت‌هایش به ولی تخار معلومات داده گفت که بخش صحت این مؤسسه هم اکنون 84 مرکز صحی را به شمول مرکز و 16 ولسوالی این ولایت تحت پوشش دارد که عملاً در بخش صحت مصروف عرضه خدمات به مردم هستند. رئیس بخش صحت دفتر آقاخان میگوید که پیشنهادهای لازم در بخش کمبودات تجهیزات طبی به مرکز صورت گرفته که عنقریب به آنها رسیدگی نیست خواهد شد. در همین حال مولوی ضیاءالرحمن مدنی ولی تخار ضمن قدردانی از کارکرد این مؤسسه در تخار گفت مردم دوردست این ولایت نیاز جدی به ارائه خدمات صحی دارند که باید به آنها رسیدگی شود. ولی تخار همچنان افزود در بعضی ولسوالی ها هنوز کلینیک های صحی فاقد تعمیر استاندارد بوده و بعضی ولسوالی ها دارای نفوس بیشتر هستند که موجودیت یک کلینیک صحی نیازمندی های صحی آنها را مرفوع نمی کند. باید مؤسسه آقاخان در قسمت ایجاد مراکز صحی جدید و ساخت و ساز تعمیر کلینیک ها توجه جدی نماید. قماندان امنیه تخار و رئیس عمومی ترافیک کشور با هم ملاقات نمودند. پاسوال حسیب‌الله مختار رئیس عمومی ترافیک کشور در دیدارش با قماندان امنیه تخار تاکید نمود که تا اکنون با تعداد 12,000 نمبر پلیت به وسایط نقلیه در ولایت تخار در نظر گرفتند که پلیت ها در مرکز به چاپ رسیده و عنقریب از طریق مدیریت عمومی ترافیک ولایت تخار به مالکین وسایط توزیع می‌گردد. آقای مختار همچنان اضافه نمود 8,000 وسایط نقلیه دیگر در ولسوالی های 16 گانه تخار تا اکنون ثبت اداره ترافیک نشدند و باید از طریق رسانه ها و مسئولین مربوط به مالکین این وسایط آگاهی داده شود. در غیر آن 14 روز دیگر تا ختم توزیع نمبر پلیت باقی مانده، این آنگاه موترداران حق شکایت را از دست خواهند داد. در عین حال قماندان امنی تخار ضمن قدردانی از سفر رئیس عمومی ترافیک کشور به تخار تلاش های مسئولین مدیریت عمومی ترافیک افغانستان و مسئول ترافیک ولایت تخار را در جهت توزیع پلیت و تنظیم جاده های شهر ستایش نموده و به مسئولین امنیتی هدایت داد تا در ولسوالی های 16 گانه هر وسایط نقلیه که پلیت نداشته باشند توقف و به مدیریت عمومی ترافیک ولایت تخار انتقال دهند.
از سوی هم پلیس تخار از بازداشت 12 تن در پایان به جرایم مختلف خبر میدهد. دفتر مطبوعاتی پلیس تخار با نشر خبرنامه میگوید این افراد در پایان به انتقال اسلحه غیرقانونی، آزار و اذیت مردم، ولگردی، فروش مواد مخدر و فساد اخلاقی از سوی منصوبین کماندانی امنی ولسوالی چهال، خواجه‌غار، حوزه اول و حوزه ششم امنیتی پلیس تخار بازداشت شده است. بر گفته عبدالمبین صافی، پرونده های این افراد به نهادهای زیرب سپرده شده است. باشندگان اهل تشیع ولایت بغلان از تلاش های نیروهای امنیتی این ولایت ستایش کرده، میگویند که مراسم عاشورای حسینی امسال در ولایت بغلان در فضای امن و بهتر از سالهای گذشته سپری گردید. در این حال مسئولان قماندانی امنی بغلان میگن که تأمین امنیت تمام تکه خانه ها و مساجد به شکل اساسی و بهتر گرفته شده بود و به دور از کدام نگرانی امنیتی به پایان رسید. همکارم محمد نصیر طاهری از ولایت بغلان گزارش میده. مراسم عزاداری عاشورای حسینی امسال در ولایت بغلان در تمام تکه‌خانه ها و مساجد شهر پلخمری در فضای امن و بدون کدام نگرانی امنیتی سپری گردید. در همین حال باشنده های اهل تشیع ولایت بغلان از تلاش های نیروهای امنیتی این ولایت ستایش کرده، میگویند که امنیت تمام تکه‌خانه ها و مساجد در شهر پلخمری به شکل اساسی از سوی نیروهای امنیتی این ولایت گرفته شده بود. آنان بدون کدام نگرانی امنیتی مراسم عزاداری حسینی را به شکل بهتری آن برگزار نمودند. تمام ارگان های امنیتی امارت در بغلان به حقیقتا مخلصانه عمل کردند، دلسوزانه به ملتشان عمل کردن. در بغلان هیچ نوع محدودیت وجود نداشت. جا داره که تشکری بکنیم سالتان از طرف خودم و نیابتان از طرف تمام عزاداران ابو عبدالله حسین علیه السلام از نیروهای امنیتی ولایت بغلان که با کمال افتخار آمدن و امنیت عاشورای حسینی، جلسات عاشورای حسینی را به خوبی به احسن وجه انجام دادن و گرفتن. از سوی دیگر مسئولین قماندانی امنی بغلان میگویند که در هماهنگی با ارگانهای امنیتی این ولایت امنیت تمام تکه خانه ها و مساجد در شهر پلخمری به شکل اساسی گرفته شده بود و ایام عاشورای حسینی بدون کدام نگرانی امنیتی سپری گردید. طول ارگان سر پر مشوره بنده اونگه و پلان جور کرد و الحمدلله پدغه و رازو که ایس کم مشکل نده پیدا سوای یا معمولی پټاکه ابن ده الوت الحمدلله او دغه په خیر سره دغه مراسم خلاص او موږ په ټولو تکه خانو باندې وګرځیدلو هیڅ مشکل نه ده پیښ شوی. ان در حالی است که مراسم عزاداری عاشورای حسینی روز جمعه در فضای امن و بدون کدام نگرانی امنیتی در مرکز و ولایات کشور اختتام یافت. و خبر اخیر این که مسئولان مدیریت ترافیک بدخشان از ثبت و راجستر نزدیک به 6000 وسایط دست پاکستان خبر داده و هدف از ثبت و راجستر وسایل را کاهش انواع جرایم جنایی، حوادث ترافیکی، سرقت و تأمین امنیت عنوان نمودن. شارخ سیرت گزارش میدهد از بدخشان. از 5 ماه بعد این صبح 5959 وسایل دست پاکستان از سوی مدیریت پلیس ترافیک بدخشان ثبت و راجستر گردیده است. مسئولان هدف از ثبت و قانونی سازی وسایل را کاهش انواع جرایم جنایی، حوادث ترافیکی، سرقت، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تأمین امنیت عنوان می کنند. آنان از رانندگان می خواهند که پس از آموزش رانندگی در مدیریت پلیس ترافیکی بدخشان جوازشان را اخذ نمایند. هدف امارت اسلامی تأمین امنیت است که امنیت در وطن تأمین باشد، که مردمی که در طول سالها رنج دیدن، پریشانی دیدن، ناامنی ها بود که مردم زندگی درست کرده نمی تانستند، وقتی که ما موتر ثبت کردیم و از موتر غیر قانونی نمیتونه که از ولایت دیگر، از کشور دیگر بیاید، در این وطن وارد شوه، متربم بیاید، انتحار و انفجار صورت بگیره. روزانه به تعداد 100 نفر، 150 نفر البته مطابق به اون روزی که مراجعین میان ما مطابق به اون ثبت میکنیم که 100 نفر باشن یا 200 نفر یا حداقل هر قدر نفری که باشن. در همین حال شماری از رانندگان از ثبت و راجستری وسایل استقبال نموده و این اقدام را در کاهش جرایم مختلف جنایی و رویدادهای ترافیکی مهم میپندارند.
اسناد موتر بسیار فواید زیاد دارد برای ما دریورا، چون در می شرایط می شود اگر حادثه ترافیکی می شود ما می توانیم که برایت اسناد اگر اسناد داشته باشیم می توانیم که از این ولایت به دیگر ولایت به هر جای بتوانیم ما سفر کرده بتوانیم. با گفته مسئولان ترافیکی بدخشان عواید مرکز ثبت و راجستری وسایل نزدیک به 6 میلیون افغانی می رسد که قرار است دو مرکز ثبت و راجستری وسایل دست پاکستان در ولسوالی های بهارک و اشکاشم نیز ایجاد گردد. بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود مجموعه خبری این ساعت که تقدیمتان شد. به وقت شما خوش آمدید.